شما گرافیست، عکاس، طراح و مجسمه ساز هستین، یعنی در واقع از گرافیک شروع شده و به مجسمه سازی رسیده و فکر میکنم که این روزها خیلی بیشتر فعالیتاتون در زمینه مجسمه سازی و فعالیت‌های در واقع مجسمه و نمایشگاه‌های در این ارتباطه و اینکه و البته سالها فعالیت شما همونجور که اشاره کردین مدرس رسمی دانشگاه هنر تهران هم هستین و هنوز هم مشغول هستین به تدریس. ببینید اولا در پاسخ به ابتدای صحبت‌های شما بگم که پروسه وارد شدن به دنیای حرفه هنر برای من شاید میتونم بگم که نه 10 سال 20 سال، چون به هر حال وارد جو دانشگاهی شدم و به عنوان یک معلم شروع کردم به فعالیت و نکته مهمی در این بخش های اهمیت که باید بگم همه معلمین اینو بهش واقف هستن، وقتی وارد حرفه یا در واقع معلمی میشی و شروع میکنی به تدریس کردن، تقریبا میتونم بگم از آتلیه خودت، از اون فعالیت های حرفه خودت یه مقدار فاصله میگیری. معمولا اینطوریه، به خاطر اینکه من یادم میاد چون رسمی دانشگاه بودم تمام وقتمو بابت در واقع تدریس میذاشتم و علاقمند بودم به بچه‌ها. ببینید عالم در واقع تدریس نه این که بگم منفعل میکنه، ولی باعث میشه که شما در ژانرهای مختلف بتونی خودت رو در واقع در اون قالب تعریف بکنی، به خاطر اینکه بچه ها متفاوت هستن، دیدگاه های بچه ها، نظراتشون، نوع کار هنری که انجام میدن. و من شخصا عرض میکنم که تو طول این دوران سعی کردم که به عنوان یه مشاور کنار بچه ها باشم، نه یه معلمی که دستور میده، تمرین میده و میگه حتما باید این چیزی که من میگم انجام بده. به این شکل کلاس های من کاملا آزاد برگزار شد و سعی کردم که هر کسی رو تو اون راهی و اون میزان علاقه‌ای که داره تو زمینه هنریش راهنمایی بکنم و به مقصد برسونم، که الحمدلله تا اینجا موفق بودم. خودم شخصا وقتی برمیگردم کارنامه خودم رو نگاه میکنم خیلی راضی هستم، به جمله بچه‌هایی که شاگردای من بودم هنوزم با هم در تماس هستیم و شاید این روش تدریس من باعث شده که ارتباطامون حفظ بشه و این بچه‌ها هر بار اگر خدای نکرده مشکلی چیزی براشون پیش میاد با هم دیگه بتونیم به تعامل داشته باشیم. ولی سوایی بر این قضیه، خب یه دوره میشه دیگه معلمی خسته کننده میشه، یعنی انقدر توی یه کاری فعالیت میکنی و احساس میکنی که خودت پس چی، میدونی این بخشش خیلی مهمه. من تقریبا میتونم بگم حدود 10-15 سال پیش به این فکر افتادم، چون من دفتر تبلیغاتی اصلا داشتم قبل از اینکه وارد فضای دانشگاهی بشم، حرفه‌ای کار میکردم سالها و سعی کردم که در واقع وقتی وارد دانشگاه شدم مجبور شدم که اون شرکت تبلیغاتی رو که جزو شرکت‌های نمبر 1 تهرانم بود تعطیل بکنم، به این دلیل که واقعا احساس تعهد به بچه‌ها می‌کردم. ولی نهایتاً با توصیه دوستان، اطرافیان، خانواده اومدم به سمت این که یه تعدادی کارهای هنری هم انجام بدم، سوایی بر این که توی دانشگاه به هر حال درس حجم‌سازی رو سالها من اصلا کارگاهش رو انداختم و در واقع مؤسسش بودم در دانشگاه شریعتی، همینطور سعی کردم که برای خودم شروع کنم کار کردم. گرافیک شما خیلی قشنگ گفتید، دیدگاه های یک هنرمند و آلمان که خودم هنرمند نمیدونم، ولی یه هنرمند میتونه بهش خط بده، میتونه یه ریاضیات و یه هندسه بهش بده. من سعی کردم از اونجا ایده بگیرم و شروع کنم به خوب دیدن. خیلی خوب دیدم اطرافم، حالا این خوب دیدنه منجر به این شد که از ویزور دوربین ببینم، در واقع بیام و کادر دوربین رو برای خودم انتخاب کنم و شروع کنم عکاسی کردن. طول سالهایی که به صورت استاد پروازی در شهرهای مختلف به خصوص یزد تدریس میکردم یا کاشان، شروع کردم به عکاسی کردن از اماکن تاریخی و این شد، این ژانر در واقع عکاسی معماری شد یکی از دستمایه های کاری من و خیلی مفتخر هستم که اینو عرض کنم که زمانی که در واقع این کار شروع کردم آتلیه شخصی هم داشتم، شروع کردم در واقع به کار کردن، همزمان شد با اقامت من توی سیته پاریس به مدت 2 ماه.
زمینه در واقع فرانسه هم مربوط به همین بخش میشه، درسته؟ بله 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 بله. این زمینه عکاسی زاویه دید من از طریق این ویزور، این کادری که انتخاب میکردم و زمینه در واقع معماری، باعث شد توی پاریس هم شروع کنم با این سیستم در واقع عکاسی کردن. هنوز این دیدگاه با من بود و نهایتاً جرقه ای که زد، همیشه به دانشجوها میگم هنر مسئله نیست بخوایم حلش بکنیم، هنر یه اتفاقه. توی آتلیه شخصی خودم در واقع عکسایی که مرور میکردم کنارش عکسای ایران به ذهنم میرسید و دونه دونه اینا تجدید خاطره میشد. یه لحظه با خودم این جرقه زد، با خودم گفتم که اینا که خیلی شبیه همم، یعنی حتی پرسپکتیوی که من در معماری توی ویزور دوربینم در واقع از اون زاویه نگاه میکردم، یا مثلا عناصر معماری که اونجا وجود داشت مثل انواع ستون، طاقی‌ها، انواع تزئینات معماری، اینا کمک کرد که من این دوتا عکس رو کنار هم بذارم و حاصلش پروژه‌ای شد به اسم پارسن پاریس، یا نگاه تیزبین ایرانی، و منجر به یه نمایشگاه شد و این خیلی اتفاق خوبی بود. من حالا راجع به این مفصل باهاتون صحبت میکنم این بخشش، ولی نکته‌ای که وجود داره، پله ها رو درست رفتم احساس میکنم، به خاطر اینکه ابتدا وارد دانشگاه شدم، شروع کردم تدریس کردن، خیلی البته ارشد نقاشی رو هم جا انداختیم. بله دقیقاً. ولی واقعیت اینه که این دو سویه است، معلم زمانی تدریسش موفقه، زمانی خودش موفقه که بتونه در واقع از دانشجو هم چیزی رو یاد بگیره، از اون هنرآموزش چیزی یاد بگیره، و این اتفاق افتاد و نهایتاً منجر به اون خوب دیدنه شد که از زاویه دوربین شروع کنم به عکاسی کردن و منجر به نمایشگاه شد، چند تا نمایشگاه.